عطرت از هر کوچه شهر سفر می نشیند در شبستان تنم، چون سحر سر می زند در چشم من، باز می بینم که خیش خود منم. می گشایم چشم بر سودای دل، بی خبر از شام بی فردای دل. باز می خوانم بخارا شاد زی، میر زی تو میهمان آید همی. چون رسیدم دستهایت باز بود، بر لبانت خنده آغاز بود. در تنین نغمه های نغز تو یک بغل خورشید در پرواز بود. مولیان چشم تو سرشار شب، آسمان شرقی پربار شب. می زدی چون چنگ در آوازها، می شنیدم پرده پرده سازها. زان که می گفت از سراب این سفر بوی جوی مولیان آید هم. ساربان من چرا محمل بداشت، از صباح رفتنم غافل گذاشت. هیچ کس دورا نگفت آواز ده، کین مسافر حاگلی جز دل نداشت. من که با دل شوق رفتن داشتم، صد هزاران قصه گفتن داشتم. از چه اینجا ماندم شامی دگر، من که در فرغانه خفتن داشتم. این چه افسونی شهر رازها، ای بخارا چشمه آوازها. کینچنین خار مغیلان سفر، پیش پایم پرنیان آید همی. حلقه های بندگی بر پیکرم، چتر اهل و یار و دل بالا سرم. باز بی پرواتر از پروانه ها شعرخوانان سوی آتش می روم. مرد دل خاکستر بی سوز کو، مرد از کف رفته دیروز کو. این که می بینی نه من سودایی از شاعر بی واژه هر روز کو. باز هم انگار جادو کردند، شهر دل پر نور از او کردند. گویا در شهر دل باری دیگر ماه سوی آسمان آید همی. شهر با من میهمانی آشناست، وین همان لعل بدخشانی ماست. باز کن باری دیگر آغوش خیش، کمشم اینجا عشق مهمان شماست. آمدستم کول بارم وا کنم، شعرهایم جملگی سودا کنم. بوسه ها گیرم به خاکت سرنهم، در کنارت خیش را پیدا کنم. من شنیدم بانگ بازارا ز دور، نغمه های دلنشین شهر شور. آی شاعر باز هم در کوی دوست، یاد یار مهربان آید همی. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 11 تیر ماه، دوم ماه ژوئیه، جولای، به شما سلام میکنه. شعری بود که اینو در بخارا سرودم. کنار مسجد اولوغبیک نشسته بودم، یک آقای داشت وضو میگرفت لب حوض. رفتم کنارش، گفتم صبح خوش، نقضید، سلامتید. گفت با واژگان فارسی تاجیکی به لهجه اصفهانی. گفتم از اصفهان کی آمدین؟ گفت پدرم سازنده بخشی از این مسجد بوده. من برگشتم به سال، من 10 سالم 11 سالم بود، تو عراق. شب نوروز رفتیم در کربلا به حمام با پدرم، و اونجا یک کارگری بود که تن می شست لحجه غلیظ اصفهانی. او هم برگشت گفت پدرم آمده است در اینجا، مجاور شده است. و او هنوز این لحجه شیرین رو حفظ کرد. حالا در بخارا آقای پرزیدنت حسن روحانی حرفای قابل تأملی زده. حالا این حرفای قابل تأمل تا کجا
قابلیت انطباق داشته باشه اون یه حرف دیگه است، اما به گمان من شاید قابلیت انطباقش از حرفهای آقای خاتمی بیشتر باشه، چون به هر حال آقای روحانی اخلاقمند مثل خاتمی نیست، ماکیاولیسته و اعتقاد به مکتب ماکیاولیسم داره. میگوید که روز صنعت و معدن، والله بالله و تالله، قسم به اسم اعظم میخوره، قربان علی دوری ماسمند نجف آبادی وقتی قطعای زنجیری رو انجام داد و آشکار شد که به دستور او داستان قطعا تماما به دستور او صورت گرفته و حتی او دستور یورش با بمب رو به منزل سیمین بانو مادر ایران، سیمین بانوی عزیزم، سرخم میکنم جلوش، این بزرگ بانوی ایرانی دستور داده بریزن و کانون نویسندگان که جلسه داشتن منفجرشون بکنن، که یک نامه از آقای دکتر مهاجرانی وزیر وقت ارشاد نجات داد جان عده زیادی رو که داده بود که اینا اجازه دارن با هم جلسه بکنن. به هر حال این قربان علی ماسمند بردنش در دیوان عالی کشور و اونجا سه بار به اسم اعظم قسم خورد، تلاه تلاه تلاه، من خبر نداشتم. جنایتکاری که وقتی مصطفی کاظمی اعترافاتشو بخونید میبینید که حتی میره تو زمین ورزش وزارت اطلاعات کنار زمین فوتبال و به اینا میگه آقا عصبانیه، چرا زودتر کلک این معاندان را نمیکنید، و همون فردای اون روز میرن و زنده یاد فروهر، داریوش فروهر و پروانه نازنین رو سینه میشکافند و بعد خب مختاری و پوینده و شریف و پیروز دوانی و دونه دونه همه قبلن هم که ادر کشته بود. این قربان علی دوری هم اسم اعظم رو قسم خورد، منتها چون اینا اعتقادی ندارن نه به خدا نه به پیغمبر نه به امام به هیچ چیز، بنابراین قسم اعظم هم میخورن. دیروز بخش روحانیون اوین رو آتش زدن و خبری که از آیت الله کاظمی بروجردی به دست ما رسید خیلی نگران کننده بود. این مرد مقاوم و استوار در برابر آیات جور و ظلم ایستاده و به هر حال شاید هم قصد جان او رو داشتن. به هر حال آقای روحانی هم قسم اعظم میخورن که سالهای 84 تا 92 گذشت و دیگر تکرار نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دوران آقای خاتمی که تونستین هر بلایی سرش بیارید 9 روز یه بار توطئه و ایشون تبدیل شده بود به تدارکچی به پایان رسید. اینک منم حسن آقای سمنانی و قصه من چیز دیگری است. بله ایشون میگه داستان آقای احمدی نژادم تموم شد، 84 تا 92 احمدی نژاده، قبل از 92 خاتمیه، بنابراین میگه نه اون دوران خاتمی خواهد بود که تو سر من بزنید و اون بلاها رو سر خاتمی برید، نه دوران توفه آرادان که مملکت رو به باد داد. میگوید که ما امروز در شرایطی هستیم که تولید ما مشکل داره، برخی از این مشکلات رفعش وظیفه دولته، باید فضای روابط خارجی را فضای مناسبی بکنیم. راست میگه آقا، تو نمیتونی بیا بگی من میخوام با همسایگانم روابط خوب داشته باشم بعد تروریست تربیت کنی بفرستی به سعودی، بفرستی یمن، بفرستی لبنان، بفرستی سوریه. حالا من داستان عراق رو براتون میگم که چجوری جمهوری ولایت فقیه ذره ذره داره تو این گرداب میره و چه بلایی به سرش خواهد اومد، اونم براتون میگم. به هر حال میگه کاسه تحریم ها شکسته شد، هیچ بنزنی نمیتواند این کاسه شکسته را به حالت اول بازگرد. درست میگه آقای روحانی، حرف منطقی داره میزنه. وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده ما کاملا تخصص لازم را برای حرف زدن درباره شش قدرتی که در روبروی ما قرار دارن دارا هستند. سبک و سیاق مذاکرات را میدانند، تجربه هم دارن و سخت از کارشون ولی موفق میشه. خیلی جالب بود این حرفای روحانی رو که میخوندم، در این حال دیدم که مسیح مهاجری مدیر و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، ایشونم سرانجام به زبان آمد. برای من جالب بود،
شما مسیح مهاجری رو شاید خیلی خوب نشناسید، من این آقا رو میشناسم. آقای مسیح مهاجری از جمله آخوندهایی بود که به علت یک ناراحتی فیزیکی که داشت انباشته از عقده بود و کارهای بدی کرد. این وقتی آوردنش پادو بود در روزنامه جمهوری اسلامی، چون آقای خامنه‌ای صاحب امتیاز و مدیر بود، آقای مهندس موسوی هم ابو زینب سردبیرش بود و این مردک هیچکاره بود، یعنی مسیح مهاجری اونجا پادویی میکرد. ولی به هر حال این آقای پادو با اینکه آقای خامنه‌ای رفت توی رئیس جمهوری شد و بعدم که دیگه رفت ولی فقیه شد، آقای موسوی هم که به کلی از این ماجرا کنده شد، ایشون روزنامه رو گرفت، سهمیه دولتی کاغذ غیره غیره، رابطه بسیار نزدیکی هم با آقای احمدی، با آقای رفسنجانی داشت. در دوران احمدی نژاد شاید جز معدود روزنامه نگارانی بود که حالا مثلا آقای دعایی و آقای رفیع و دیگران در روزنامه اطلاعات معلوم ضد احمدی نژاد بودن، ولی زیاد صداشون شنیده نمی شد. مسیح مهاجری اما هر از گاه صداش شنیده می شد و الان هم اومده گفته آقا اینا دروغ میگن، حرفهایی رو به آقای موسوی منسوب کردن یا منتسب کردن که این حرفا بی ربطه و هیچ کدوم درست نیست. خب خدا رو شکر یه جا ما دیدیم که یه نفر بلند شد و حرفایی زد که قابل تعامل هست و باید میشنید. بله، حضورتون عرض کنم که آقای مسیح مهاجری روزنامه شاید 5000 تا هم تیراژ نداشته باشه، اما خب ماشاءالله مورد عنایت هست و کاغذ مجانی میگیره. یه داستانی داره این کاغذ که من یه روز باید براتون تعریف کنم که قصه کاغذ در ایران، همین حسین بازجو چه تجارتی با کاغذ کرد و چه پولی به جیب زد که بعد اون ویلای دماوند رو خرید و اون زمین ها و غیره. بله، در این میان وزارت خارجه ایالات متحده هم اعلام کرده که یک گروه 15 نفره متشکل از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و خزانه داری و غیره برای دور جدید مذاکرات جامع اتمی به وین. آقای ویلیام برنز معاون دائم پرمننت آندر سکرتری ریاست هیئت رو داره، وندی شرمن مدیر کل سیاسی، جک سالیوان مشاور ارشد جو بایدن معاون رئیس جمهوری در امور امنیت ملی جزء مهمترین اعضای این گروه هستند و 3 هفته مانده به پایان مدت در واقع 6 ماهه توافق ژنو این مذاکرات بسیار اهمیت داره، برای که در این مذاکرات مسئله عراق مطرح میشه، مسئله سوریه، آینده روابط و کلی از قضایایی که باید در اینجا حل بشه. اما آنچه را در مورد عراق باید براتون بگم، اولا مطابق اطلاعات بسیار دقیق که جزئیاتش هم دارن، تمام تشکیلات دفتر مالکی و اون منطقه خضرا یا منطقه سبز بغداد که سفارتخانه خارجیش هست و اینا در اختیار سپاه قدس قرار گرفته. در دفتر آقای مالکی اعضای سپاه قدس نشسته. آقای علیپور حاکم جدید عراق شده و ایشونه که تو سر مالکی میزنه، هرچی دلش بخواد به اون میگه و آقای مالکی هم بردوار اطاعت میکنه، چون میدونه در آینده عراق جایی نداره، حداقل باید فکر کنه برای آیندهش تو جمهوری ولایت فقیه. به نوعی بندناف رژیم جمهوری ولایت فقیه که به رژیم بعث سوریه وصل شده بود، یه شاخه فرع هم پیدا کرده به مالکی وصل شده و آقای علیپور هم طور که بهتون گفتم همه کاره عراق شد. چه کار کردن الان؟ آقای سرهنگ علیپور که درجه سرتیپیش هم هنوز بهش ندادن، از افسرای کاردان سپاه قدسه، سابقه در سوریه داره، در لبنان داره، در آسیای میانه داره، در قفقاز داره و طرحی که آقای علیپور پیاده میکنه برای اولین بار در برنامه امشب میگم و ببینید چیه داستان. آقای علیپور اومدن بعد از یه ماموریت با یه تیم به گروزنی که رفتن پایتخت چچن یا شیشان به قول عرب ها،
3000 نفر از جنگجویان سابق چچن رو، افراد عادیشون ماهی 200 دلار، افراد برجسته در 500، فرماندار کل 1000 دلار حقوق برای اونا تعیین کرده. اینا رو به ایران میارن و از طریق ایران به عراق میفرستن که در برابر داعش سنی ها و گروه های افسران سابق ارتش عراق که آقای پال بریمه ارتش رو منحل کرد و همطور نیروهای امنیتی، اینا هم بیان بگن به عنوان جنگندگان سنی و اسلامگرا، یعنی همون چیزی رو که داریم در سوریه می‌بینیم، داعش جبهه نصرت، مجاهدین بلاد شام، اینا همه اونجا داریم در سوریه می‌بینیم که بعضن بندنافشون به علی دوبا، استخبارات بشار اسد و قاسم سلیمانی وصل. در عراق هم یه همچی طرحی دارن، بیارن چچنای وحشی رو بیارن اونجا. چند تا هدف دارن: یک، کردستان عراق رو بریزن، داغون کنن، نابود کنن، طرحی که داشتن که با شکست روبرو شد، و کرکوک رو پس بگیرن. اونجا هم آقای دولت چچنستان بیاد در اونجا پرچم رو ببره بالا در برابر داعش و گروه های شورشی سنی. و بنابراین یک طرح اینجوری دارن: چچنهای وحشی در برابر داعش وحشی تر، جبهه نصرت وحشی در برابر داعش وحشی تر تو سوریه، مجاهدین بلاد شام در برابر گروه اخوان المسلمین وحشی سوریه. به هر حال اینو جمهوری اسلامی با سرهنگ علی پور برنامه‌شو دارن درست میکنن. جمهوری اسلامی 3 نقطه اساسی استراتژیک تو عراق درست کرده: 1. بصره. محمود باغبان و یه گروه دسته دیگه در بصره مستقر شدن. مسعود فروزنده که در کردستان بود اومده اونجا، اسماعیل قائنی رفته به کردستان و همینطور چیزری از معاونان قاسم سلیمانی، اینا هم در کردستان عراق. در سامرا افراد واحدهای ویژه سارالله و سپاه قدس در اونجا مستقر شدن برای هدایت عملیات. هواپیمای ابابیل و اینا هم در کار نیست. آمریکایی‌ها آنقدر هواپیمای مافوق پیشرفته فوق پیشرفته دارن، هم برای رکانسنس شناسایی استطلاع و هم برای هدف قرار دادن مواضع دشمن. اینا در پایگاه الرشید هستن، در بغداد هستن، در سامرا هستن، در کردستان عراق هم هستن و اینا از اونجا شناسایی میکنن و میسن. پس ابابیل جمهوری اسلامی این اسباب بازی رو نیازی بهش ندارن و چنینه که الان شما در عراق آنقدر از نظر تجهیزات نظامی این تجهیزات وجود داره که این تجهیزات در واقع یعنی عراقی‌ها نمیتونن ازش استفاده کنن. الان شما در نظر بگیرید هواپیمای سوخویی که آقای مالکی به سرعت آقازادش رو فرستاد خریدن و از اوکراین و بلاروس و روسیه که معلوم هم چقدر رشوه و پورسانتاج گرفتن، مثل همون قرارداد قبلی که با روسا داشتن میبستن، این هواپیما رو کی میخواد براند؟ خلبانا کجان؟ دیروز امریکایی‌ها گفتن اولین F-16 رو میدن بعد از اطمینان از خلبانا، کادر فنی، تکنسیان ها و سنجیدن موقعیت. بنابراین اگر یک F-16 میاد به عراق، 8 تا خلبان و کرو دنبالش تربیت شده باید بیان. بنابراین 20 تا اگر بیان، 160 خلبان و کرو باید همراهش بیاد. برای همینجوری نیست که بیان سخوی رو بده تموم با سخوی میره. چی رو میزنید؟ کجا رو میزنید؟ اول شما رکانسنس میخواید، شناسایی میخواید، باید اونا براتون روشن باشه بعد بتونید بزنید. بله، حضورتون عرض کنم که سامرا، بصره، بغداد، یه نیم ستادم در کربلا زدن و دفتر نماینده ولی فقیه هم در نجف در ارتباط با اینا هست که گزارش ها رو میفرستن و اون ستاد مرکزی که در محل سفارت ایران در بغداد هست و سرتیپ حسن دانایفر رهبری و ریاست اونو به عهده داره، اون ستاد هم شب و روز مشغول کار. حالا به کجا رسیدن؟ به هیچ جا. داعش و گروه سنی‌های عراق کانسالیدیت کرده، یعنی استقامات خودشون رو قوی تر کردن، حمله دولت رو پس زدن در شهر تکریت،
در شهر فلوجه، در انبار و موصل که دیگه هیچ. حالا یه نکته جالب به نظر من قابل توجهه. اول که صحبت از داعش بود، اینا با وحشیگری وارد در منطقه می شدن، 30-40 نفر رو می کشتن، سینه می دریدن، صلیب می کشیدن. این حیوانات رو سنی های شمال عراق و بعضی های سابق و ارتشی ها مهار کردن، یعنی گفتن خیلی خوب اومدین، حالا بریم بیرون. داستان سوریه تکرار نشه. جالبه در سوریه هم دیدم خیلی بچه های ارتش آزاد علی رغم اختلافاتی که بینشون پیش اومده، مشکلاتی که با دولت موقت سوریه دارن، موفق شدن که این جماعت داعش رو از بوکمال و از اون منطقه مرزی عقب برانن. و حتی نگاه میکردم تو خبرات، دیدم در بسیاری از جاها حملاتشون علیه داعش با توفیق همراه بوده و امیدوارم چنین باشه. حالا در نظر بگیرید در موصل کسانی که مسلط به موصل هستن دیگه داستان داعش نیست. در شهر کشت و کشتاری نمیشه، آرامش به شهر برگشته، دانشگاه موصل باز شده، مغازه ها باز شدن، سینما ها باز شده، همه چی زندگی عادی در جریان. و هر جا که داعش وارد شد به عنوان پیش قراولا اومدن تو، آدم کشتن، ایجاد رعب کردن، بعد بلافاصله بیرونشون راندن و به نقاطی منتقلشون کردن که بشه کنترلشون کرد. حالا میگیم که این جریان دولت اسلامی و خلافتی که آقای ابو محمد الجولانی آمدن و اعلامش کردن، این داستانش چیه؟ بله، آقای ابوبکر البغدادی که خلیفه شد گفته بودن بهش که آقا تو بعد از ابو محمد الجولانی رهبر گروه النصره، النصره شاخه القاعده در سوریه، از اون حمایت بکن. ایشون زیر بار نرفته بود و خودو بالاتر دونسته بود، به گونه ای که آقای ایمن الزواهری جانشین آقای بن لادن، کسی که الان رهبری آقای زواهری که رهبری القاعده رو به عهده داره، به شدت به گروه داعش حمله کرده بود و اینها رو گروهی از خدا بی خبر که دشمن اسلامن خوانده بود. نگاه کن، شما فکر کنید دو تا گروه تروریست همدیگه رو قبول ندارن. پیروز که این ابو قتاده رو پارلمان دادگاه اردن تبرعش کرد، این همون با اون قیافه وحشی که در لندن بود و تحویلش دادن، شروع کرد گریه کردن. خیلی جالب بود، گفتم این اشکم میدونی یعنی چی؟ جنجالی اینجا را انداختن که الان بره اردن اعدامش میکنه و دولت بریتانیا بعد از گرفتن ضمانت های لازم او رو در اختیار اردن قرار داد و حالا محاکمش رو تبرعش هم کردن، البته از بخشی از جرمهاش، نه همه جرمهاش. و این تروریست ها فعلا همدیگر قبول ندارن. بله واقعا سپاهی میگه سلالا، دیگ به دیگ میگه روسیا، همین قصه برای اینا صدق میکنه. این داستان اعلام خلافت هم یه شوخی، یه جوکه که جدی نگیرنش. من اینا رو سریع گفتم تا بعد برسم به جلسه پارلمان عراق دیروز که قصه چه بود، ماجرا به کجا رسید، که در بخش دوم بهش میرسم. آخرین خبرهایی که داشتیم این بود که کشورهای عربی همسایه عراق تلاش میکنن یک صندوق برای کمک به مردم عراق، آواره ها دارن الان باز مثل سوریه داره میشه، پیدا کنن. سعودی ها نیم میلیارد دادن، گفتن نیم میلیارد کمک میکنن، کویتی ها همینطور، امارات همینطور با وجود مرز مشترک نداره، اردن هم تسهیلات میده بتونن چادر درست کنن مثل مال سوریه. و این بیچاره هایی رو که از شهر خودشون، از موصل، از انبار، استان انبار، از فلوجه، از این شهرها آواره شدن، اینها رو اسکان بدن تا زمانی که شر هم نوری المالکی و هم ابوبکر البغدادی از سر مردم عراق کم بشه. درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردم به بخش دوم و به تفصیل درباره پارلمان خواهم گفت. Thank you.
من از کجا بند از کجا باده میگردم سالیا من از کجا بند از کجا باده میگردم سالیا با درود دوباره استاد شجریان نشان شوالیه رو گرفت از دولت فرانسه فرانسه‌ای که آقای سرکوزی رئیس جمهور پیشینش به علت دروغ گفتن و سوء استفاده از موقعیتش و کمک‌های مالی گرفتن برای کمپین انتخاباتیش دستگیر میشه فرانسه‌ای که پایه دموکراسی جهان در اونجا ریخته میشه و نشان شوالیه لژیون دلوف میده به آقای شجریان قبلا به استاد ناظری هم داده به دوست نازنین و شاعرم محمد علی سپانلو میمم سپانلو داده دکتر احسان نراقی گرفت و خیلی های دیگه و دکتر شاپور بختیار و و و حالا بماند از هرسشون حسین بازجو برمیداره مصاحبه یه دختر آقای شجریان رو با تلویزیون ما دیروز گفتم بهانه میکنه برای اینکه یک مش دروغ و چرند به این تلویزیون بچسبونه گفت هر چی به ما میگن دیگه داعش نمیتونن بگن دیگه وهابی نمیتونن بگن موزه گیری های بنده و همکارانم در اینجا کاملا آشکاره داعش رو ما یک مجموعه حیوانی
پیرو اسلام ناب انقلابی محمدیه، نوع بن لادنی و نوع ابوبکر بغدادی میدونیم که اون روی سکه حزب الشیطان حسن نصرالله است. هر دو مثل همن، اصحاب اهل حق مثل هم. الان نصرالله داره آدم میفرسته به عراق، الان بسیاری از این ستادهایی که در سوریه داشتن دارن میفرستن منتقل میکنن به عراق که عراق رو هم مثل سوریه نابود کنن، هرچه ساخته شده ویران بشه، هزاران نفر کشته بشن، صدها هزار نفر آواره بشن، برای که یه آقا شمشمی به نام نوری المالکی تو کرسیش بمونه و آقای قاسم سلیمانی حکومت کنه و توی نجف هم نماینده آقای شاهرودی شهریه بده، برای که میخوان آقای شاهرودی رو بشونن. روزی که آیت الله سیستانی دعوت حق رو لبیک میگه، شاهرودی رو جاش بنشونن، چون رفتن آصف محسنی رو فرستادن در چیزو آقای آیت الله مهدی آصفی رو فرستادن و اون به جای اون آصف محسنی در افغانستان که یک جانور دیگری شبیه همون آقای آصفی نجف، وقتی می گفتم آصفی وزارت خارجه پسری، نه هم چیزی نه، این آصفی مهدی آصفی پدرخوانده حزب الدعوه است، این حزب تروریست رو ایشون پدرخوانده است. باری بریم سر عراق چه اتفاق. قبل از اینم بگم یک اتفاق هم در عربستان افتاده که بسیار قابل تأمل. آقای بندر بن سلطان، سفیر سابق سعودی در امریکا، دبیر شورای امنیت ملی که تو سعودی اومد در زمان ملک عبدالله تأسیس شد، ایشون یه مدت شد رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی و بعد گفتن پادشاه از کاراش ایراد گرفته، تندروی هایی که در سوریه داشته یا در جاهای دیگه، البته داستان اینم نبود، ولی به هر حال امیر بندر یک روش مستقل در برابر امریکا در پیش گرفت، رفت با روسا صحبت کرد اینا. به هر حال بعد از چندی، بعد از 2 سال یا کمتر، ایشون از ریاست رفت و معاونش که یک نظامی بود به عنوان رئیس موقت انتخاب شد. اما همیشه همون زمان هم من گفتم معلوم بود که فرد دیگری در اونجا میاد، این فرد کسی نبود جز امیر خالد بن بندر. امیر بندر یکی از برادران پادشاه سعودی است، فرزندان ملک عبدالعزیز، بنیانگذار این حکومت. امیر خالد حاکم ریاض شد، بعد از مدت کوتاهی اومد شد نایب اول وزیر دفاع که ولیعهد باشه امیر سلمان. یه دفعه یک ماه و نیم بود و پیروز خبر شد که کنار گذاشته شد. همه تعجب کردن، خیلی عجیب بود. برادر او عبدالعزیز بن بندر یه مدت زیادی معاون امیر مقرن بود در سازمان اطلاعات سعودی. حالا امیر مقرن ولیعهد دوم شده. اینا به خاطر اینکه دیدگاه‌هاشون در ارتباط با سرزمین ما خیلی اهمیت داره. امیر مقرن یه آدم تحصیل کرده آمریکا، خلبان، یه آدم روشنفکر رو آزاداندیش. بعد امیر خالد بن بندر، برادرش امیر عبدالعزیز بن بندر معاون او بود و او رفت کنار با آمدن بندر بن سلطان. حالا خالد بن بندر که قبلا گفتم معاون وزارت دفاع شد برای یه ماه و نیم، شد رئیس سازمان اطلاعات سعودی. در نتیجه شاهد یک تغییر فاحشی در عمل کرتا خواهی بود. به معنای دیگر خالد بن بندر به شدت مخالف جنگ مذهبی است، به شدت مخالف درگیری شیعه و سنی است و بنابراین مطابق اطلاعاتی که الان منتشر شده، در برابر این اندیشه که در برابر شیعیان گروه های سنی رو تقویت کنیم، ایستاده و مخالفت کرده. امیدوارم این مقدمه‌ای باشه. با خبری که شنیدیم 500 میلیارد برای کمک به مردم عراق اختصاص داده شده، یک فراگشتی مشاهده بکنیم و یک نوع هماهنگی و انسجام که جنگ شیعه و سنی پیش نیاد. خیلی خطرناک. پیروز که دیدم در کویت، ولی طباطبایی و باقر و این سلفی هایی که واقعا بعضیاشون غیر قابل تحملن، اومدن یه کمیته درست کردن به عراق کمک کنن، ترسیدم، وحشت کردم، چون اینا بسیار خطرناکن. آقای ولی طباطبایی عکسش دیدم در حال بمب درست کردن برای داعش، برای جبهه نصرت.
ایشون وکیل مجلس بود، وکیل سرشناس کویتیه. حالا اگر این مجموعه بیان تو میدان، میتوان امیدوار بود که قضیه از حالت جنگ مذهبی بیاد بیرون. خیلی این نکته هم باید میگفتم که خیلی مهم بود. حالا بیام کجا؟ حزب الله هم گفتم آدم داره میفرسته به عراق. آقای امیر عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی، سفیر اسبق ایران در بحرین و یکی از افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه ای، اعلام کرده که ایران با استقلال کردستان عراق به شدت مخالفه. اینو آقای داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفته بود و گفته ما هم اگر عراق لازم باشه بهشون اسلحه میدیم. حالا امیر عبداللهیان مقام نظامی چیه که ایشون راجع به اسلحه صحبت میکنه؟ I don't know. ولی به هر حال ایشون این حرف رو زد. سه شنبه صبح اول ماه ژوئیه، 15 روز بعد از اینکه دیوان عالی عراق نتایج انتخابات رو تایید میکنه، منهای 3-4 نفر از سنی ها و گروه دکتر عیاد علاوی که بهانه آوردن اینا پرونده دارن. شما وقتی یکی شکایت میکنی که پرونده نیست، مشتسن لبو فروش رفته از این وکیل شکایت کرده که موقعی با ماشینش میرفت پای منو لگد کرد، پای منو زیر ماشین گذاشت. شما نمیتونی به استناد شکایت اون این آدم رو صلاحیتش رو رد کنی. حالا چه بلاهایی اینا برای سر دکتر عیاد علاوی و یارانش رو بردن؟ وقت با خانم میسون دملوجی صحبت میکنم، یکی از بانوان سرشناس عراقی و فعال که جز گروه دکتر عیاد علاوی، گفت اینا طرح‌هایی برای ما ریخته بودن، مالکی و دار و دستش، از صاحب اهل حق و دیگران، که قرار بود به ماها زنا تعرض بشه، سر شوهرامونو جلوی ما ببرن، بچه هامونو بکشن، و اینا نقشه هایی بود که از صاحب اهل حق خزرجی و اینا به دستور قاسم سلیمانی تدارک دیده بود. جلسه پارلمان باید تشکیل می شد برای چند موضوع. یک، نمایندگان سوگند یاد می کردن به کتاب آسمانی و اینکه حافظ قانون اساسی عراق آزادی های مردم، حاکمیت ملی، استقلال عراق باشه. 60 نفر نماینده، 267 تاشون حاضر شدن. پس نصاب جلسه تکمیل شد. قانوناً این پارلمان میتونست تصمیمات مهمی رو که بر عهده‌اش هست اتخاذ کنه. چه بود این تصمیمات مهم؟ اولش یک رئیس سنی انتخاب بکنن که این کار کردن. آقای مهدی حافظ شخصیت برجسته، نویسنده، کارشناس، محقق، ادیب و در این حال اقتصاددان که در دولت موقت بعد از سقوط صدام همیشه حضور داشت. بسیار هم مرد برجسته است. من میشناسم ایشون رو، دوست من هم هستن و بارها در لندن با ایشون ملاقات داشتم. ایشون در همینجا هم زندگی میکرد. بعد آقای غسان عطیه همیشه بود، ایشون بود و دوستان دیگری که از عراقی های با کلاس واقعا. دکتر رشید خیون یکی از عزیزترین دوستان من، دکتر رشید. ایشون انتخاب شد به عنوان رئیس سنی، مثل دوره اول مجلس آقای دکتر صحابی رئیس سنی شد، بدون اینکه بدونن قضیه قراره که آقای رفسنجانی بیاد بشه رئیس مجلس. آقای مهدی حافظ با منرش، با شخصیتش، آدم تحصیل کرده، به صورت یک رئیس پارلمان مدرن با گفتار و واژگانی که با گفتار روزخونه و شمفروشای عضو مجلس فرق داشت جلسه رو افتتاح کرد. از نمایندگان خواست سوگند یاد کنن، سوگند یاد کردن. مجلس اولین کارش این بود که رئیسش رو و دو معاونش رو انتخاب بکنه. خب حالا چه کسی رو میخوان برای ریاست مجلس انتخاب بکنن؟ آقای النجیفی، عصام النجیفی، رئیس پارلمان قبلی در مجلس حاضر، آقای مالکی هم نشسته کنارش، نامزد ریاست مجلس.
در این وسط به گوشش میرسه که میگن آقا گروه مقتدا صدر و مالکی و حزب ادب و ایلا مانع از ریاست او خواهند شد و دنبال این هستن که آقای سلیم الجبوری رئیس فرکسیون دیالی هویتنا، استان دیالی هویت ما، که اینا در اونجا 5-6 کرسی به دست آورده، سلیم جبوری رو میخوان به ریاست پارلمان انتخاب کنن، چون مطابق عرف که قبول شده ریاست پارلمان با سنی هست. بسیار آقای اسامه نجفی ناراحت شد، متحدانش هم همجور سال مطلق، گروه حزب اسلامی اینا که همه بودن به شدت از این ماجرا عصبانی شد. بنابراین پیدا بود که جلسه به جایی نخواهد رسید. نکته بعدی، رئیس مجلس که انتخاب میشه، دوتا معاونش بعد انتخاب بشه که قاعدتا یکی شیعه خواهد بود. آقای حمودی رو گفتن، آخوندی که همیشه تو عکس ها میبینیم دنبال نخست وزیر هست، و یک کرد. بعضی ها گفتن حالا ممکنه که نوری شاویس یا یکی دیگر رو به عنوان معاون رئیس پارلمان انتخاب بشه. آقای مهدی الحافظ رئیس سنی وقتی فضا رو مشاهده کرد گفتش آقا این اولین کار شما باید تعیین این باشه که شما پیدا کنید کی رئیس پارلمان بشه. بانوی کرد از فرکسیون کردها برخاست و گفت آقای، خیلی هم با احترام گفت، جناب آقای دولت و رئیس نوری المالکی، حضرت آقای نوری المالکی نخست وزیر در اینجا هست، ما هم نمایندگان مردم، سوگندم یاد کردیم. من میخوام به ایشون بگم آقای مالکی، برای که آشتی ملی، برای که همبستگی ملی رعایت بشه، لطفاً بودجه کردستان رو که 5 ماه توقیف کردی بده آقا، مردم ما نان ندارن بخورن، برای که شما حقوق کارمندان رو توقیف کردید، پول پیشمرگا رو نمیدید و اینا زن و مرد رفتن جلوی داعش دارن با جونشون از خاک عراق حمایت میکنن. تا این بانوی حرف رو زد، نوکرای مالکی شروع کردن جیغ زدن و فریاد زدن و ناسزا گفتن. آقای دکتر مهدی الحافظ دید فضا مناسب نیست، اعلام کرد خب آقایون خانوما، من ترجیح میدم جلسه رو نیم ساعت متوقف کنم، یه زنگ تفریحی بدیم، برید بیرون استراحتی بکنید، با هم گفتگو بکنید، شاید این فضا عوض شه و بتونیم وقتی برگشتید به اون مسئولیت‌های مهم پارلمان عمل کنیم. نمایندگان رفتن بیرون و نیم ساعت بعد که برگشتن 70 تاشون اومده، یعنی 200 تا نیومده، نمایندگان کردستان نیومده، گروه های سنی نیومده. دکتر عیاد علاوی و گروهش، گروه ملی و همینطور عراقیون، اینا اصلا بایکوت کرد و گفتن ما نمیایم، ما تا تکلیف این 3 تا شغل مشخص نشه، نامزدهاش معلوم نباشن، برای چی بیایم؟ بعدم پیغام دادن به آقای مهدی الحافظ که آقا ما میایم و در خدمت شما سوگند یاد میکنیم، که آقای مهدی الحافظ اینو مطرح کرد، آقای بیاتی از نمایندگان وابسته به مالکی مخالفت کرد، گفت نمیتونم باید در مجلس باشه، گفت هیچ جای قانون اساسی نگفته نمایندگانی که به جلسه مفتوح به اصطلاح جلسه اول و سوگند یاد کردن نمیرسن، میتونن بیان در اتاق رئیس سنی پارلمان با کتاب مقدسی که بهش اعتقاد دارن و لدینی دارن و همینطور قانون اساسی سوگند. بنابراین آقای دکتر عیاد علاوی و یارانش قرار بود که برن این کارو، اما مسئله مشارکت فرق میکرد. حالا این گروه هایی که نیومدن کاملا نمایندگان دو مکون بزرگ عراق هستن، یعنی کردها و سنی ها، که تو جلسه حضور ندارن. پس مجموعه‌ای که موندن شیعه ها بودن، یکی دو تا هم همین نمایندگان اقلیت های آشوری و مسیحی اینا بودن. آقای مهدی حافظ اومد نشستی چیکار بکنه؟ از خود نمایندگان سوال کرد، خودشم نمایندش گفت آقا جان من رئیس سنی مجلس، من از شما سوال میکنم،
چه بکنیم از نظر قانون اساسی؟ آقای دکتر ابراهیم جعفری گفت مطابق قانون اساسی جلسه امروز باید مفتوح باشه، یعنی دایر تا زمانی که ریاست مجلس انتخاب بشه. بنابراین جلسه تعطیل نمیشه، دایره و هر زمان شما اراده بکنید نمایندگان میتونید دعوت کنید برگرد. آقای بیاتی و چند نفر دیگه گفتن نه اینجوری نیست و همینطور نماینده گروه احرار آقای مقتدا صدر گفتن اینجوری نیست. شما یه کار میتونید بکنید، شما جلسه امروز رو میگید به علت اشکالاتی که پیش اومد این جلسه و دستور این جلسه، حالا یه هفته دو هفته چند روز میخواید؟ آقای حافظ گفت یک هفته. گفت بسیار خوب، به یک هفته دیگه منتقل میشه و در این میان توضیح آقای جعفری داد، در این میان هر زمان شما حس کردید که جلسه زودتر باید تشکیل بشه فورا فراخوان میدید و نمایندگان میاد، یا اگر دیرتر، اگه سر یه هفته دید مشکلات حل نشده، مسائل کلیدی همچنان مفتوحه، بسیار میاد میگید آقا این یه هفته نشد دو هفته دیگه. به این ترتیب آقای مهدی الحافظین رو اعلام کرد و مجلس جلسش تعطیل شد. حالا چه اتفاقای قرار بود بیفته؟ قرار بود که اگر آقای سلیم جبوری به ریاست مجلس انتخاب بشه، یه شخصیت کرد و یه شخصیت شیعه در مقام معاونان او قرار بگیره. ریاست جمهوری چی؟ پذیرفتن که ریاست جمهوری مال کردهاست. در این چند روزه اسامی متعددی ذکر شده، اما برهم صالح، دکتر برهم صالح، یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی عراق و کردستان، مردی که سه زبان رو به خوبی صحبت میکنه، دانش آموخته خارجه، رشته علوم سیاسی و اقتصاد خونده، آدم بسیار برجسته و زبان عربیش آنقدر خوبه و فرهنگ عربی که میتونه به عنوان رئیس کشور عراق در مجامع بین العربی و بین المللی حاضر بشه. نفر دوم آقای نجم الدین کریم، استاندار کرکوک. کرکوکی که دست کردها نبود با یک استاندار کرد موفق شده بود توی این چند سال اخیر به مرور هویت واقعی خود رو باز پس گیرد، و این نجم الدین کریم خیلی آدم محبوبیه در کردستان ایران. نفر بعدی آقای هوشیار زیبایی، وزیر خارجه، خواهرزاده آقای بارزانی، شخصیت محبوب و در این حال شخصیت که مشروع برای مقام وزارت خارجه عراق. در تمام این درگیری‌های با کردستان دیدیم او در مقام وزیر خارجه دولت فدرال صحبت میکرد، نه در مقام یک کرد وابسته به حزب دموکرات کردستان. او هم باز نامزد بود. و سرانجام آقای روز نوری شاویز، معاون نخست وزیر عراق و آدمی که بسیار آدم محترمیه از اتحادیه میهنی و خیلی هم مورد حمایت و تایید مردم غیر کرد عراق هم هست، فقط کردها نیست. این برای ریاست جمهوری. برای مجلس هم که گفتم مسئله سلیم جبوری به عنوان ریاست انتخاب شده بود. اما در مورد شیعیان، در مورد شیعیان حکایت دیگری. خب جلسه کردن ساعت 3 صبح، جلسه تموم شد، حالا اومدم بیرون. خب آقا چیکار کنیم؟ این داستان ما با نامزدمون چی میشه؟ گروه آقای مالکی، گروه شیعیان طرفدار مالکی، اینا میگن آقا ما حاضر نیستیم، ما مالکی رو میخوایم، ما مالکی رو دور. آقا آقای مالکی نمیشه، نصف کشور و اون مخالفن، شما نمیتونید او رو به مردم تحمیل کنید. نه آقا ما مالکی رو میخوایم، دست از اونم بر نمیداریم. در هر حال جلسه که تشکیل شد، یعنی بعد از پایان جلسه، گفته بود آقای ابراهیم جعفری در گوشی که درسته اینا مخالفت میکنن ولی شاید ما بتونیم یه جوری به نتیجه برسونیم کار رو. چه جوری؟ دیدارشون با آقای حسن دانایی‌فر، سردار سرتیپ حسن دانایی‌فر، سفیر جمهوری ولایت فقیه در بغداد. رفته بودن با او صحبت کردن، گفتن آقا جان این آقای طارق نجم نامزد بسیار برجسته است، بسیار از مالکی
صالح‌تر مرد مهمات صعب و مأموریت‌های سخت سنگین، کسی است که رفت مذاکره کرد با آمریکایی‌ها، قرارداد امنیتی رو بست، کسی که با کردها مذاکره کرد، کسی که در اون دوره اول اختلافات رفت در اربیل نشست با آقای بارزانی و دکتر عیاد علاوی و آقای حکیم و دیگران، چارچوب یک آشتی ملی و توافق ملی زیر. چه آدم صالحی، این چرا نیاد؟ چرا عادل عبدالبهتی نیاد؟ کارشناس برجسته اقتصادی، هم دانشگاه لندن، در لندن اسکول آف اکونومیک اند پولیتیکال ساینس، هم سوربن فرانسه رو دیده، زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان فارسی میدونه، یه آدم برجسته است و روش میشه تکیه کرد. خب حالا گیرم این دوتا رو نپذیرفتید، آقای دانای فر به اربابتون بگید احمد چلبی که دشمن شما نیست، کارشناس ریاضیاته، آدم روشنفکریه، سکولاره اما ضد دین نیست، با مرجعیت رابطه خوبی داره، خب چرا نهید احمد چلبی؟ چون زدنها با آقای سفیر، بلکه آقای سفیر گفته بود من پیام شما رو خدمت نایب امام زمان میرسونم و به این ترتیب آخرین در بامدادان گزارش به تهران رفت، جواب نیامده بود وقتی پارلمان تشکیل شد و مالکی هم همچنان معاندانه و نادانانه و چه بگویم بر پایه اون حقارت‌های ذاتی که نخیر من خوام بمونم. خیلی جلسه تعطیل شد، به هفته آینده افتاد، 8 ژوئیه، و امیدوارم در 8 ژوئیه ما شاهد این باشیم که پارلمان عراق رئیسش رو انتخاب بکنه و نامزدهای نخست وزیرم براتون گفتم اینا هم هستن و عراق واقعا بتونه از این مخمصه بیرون بیاد. عراق در شرایط بسیار خطرناک و بدی هست و من امیدوارم که از این شرایط به سرعت بیرون بیاد و روی آرامش ببینه و مردی به نام نوری المالکی که مسیر خود رو به سوی زباله‌دانی تاریخ مشخص کرده واقعا به سزای عملکرد خودش حداقل در گفتار و در ادبیات برسه، بره ایران یکی از این ویلاها رو بهش بدن، شابدلعظیم اونجا هم زندگی بکنه که شایستگیش بیشتره، میتونه یه شمع فروشی یا پارچه فروشی هم اونجا باز کنه، گویی که با 100 میلیون دلاری که داره دیگه نیاز به این کارا نداره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می‌سپارم. یعنی تاریخ، ایران یعنی فرهنگ، ما مردم صلحیم گل به جای تفنگ، ما مردم عشقیم، خوش سیرت ها خوش نام، کوروش بابک گل سرخ، مولانا و خیام. چشم تو روشن باد ای قرن‌ها در بند، خسته نشو ایران، ما خسته ایم هرچند، تاریخ برنامت تعظیم خواهد کرد از بی وفایی ها، خسته نشو ای ما. حرمت نگه دارید
ایران جانی عرفاند تعریف کن مادر از سرباز درباند از ما حتی دشمن هم مهربانی دید تا بوده این بوده حرمت نگه داری ما نیک پنداریم ما نیک گفتاریم ما نیک کرداریم ما پرچمی داریم سبز و سفید و سرخ این غیرت خوش رنگ پاینده باد ایران به جای توفان ما بین عشق و آزادی و ایران پل می‌سازیم ما به جای توفان جمله‌ای با گل می‌سازیم گل